در بخش ورزشگاه امروز دو ورزشکار رشته MMA مهمانان ما هستند که در مسابقاتی که در روسیه برگزار شده بود دو ماه قبل اشتراک کردند و با دستاورد دوباره به افغانستان برگشتن. مهمان ما هستند امروز در بخش ورزشگاه حسیب الله رشیدی و ایمل نوری مهمانان ما هستند. سلام حسیب جان، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، عرض ادب دارم خدمت تمام وطنان عزیزم، خدمت تمام کسانی که همین لحظات از طریق تلویزیون طلوع بیننده ما هستند. امیدوار هستم صبح خوش آغاز کرده باشن. حسیب الله رشیدی هستم، یک تن از قهرمانان مبارزات آزاد کشور. بسیار خوش آمدین به برنامه. و ایمل جان، صبح شما هم بخیر، خوش آمدین. تشکر، صبح شما هم بخیر، صبح بینندگان تلویزیون طلوع و علی الخصوص برنامه بامداد خوش هم بخیر. خب قهرمانیتون مبارک باشه. حسیب جان، از مسابقاتی که در روسیه برگزار شده بود بر ما بگوین که این مسابقات در چه سطحی بود و هر سال برگزار میشه یا وقفه چند سال داره؟ تشکر، زنده باشین. این مسابقات در کشور روسیه شهر مسکو برگزار شده بود که ده کشور اشتراک کرده بود که به نمایندگی از افغانستان تیم چهار نفره ما بودیم، دو نفر ما بودیم، دو نفر از اعضای دیگه بود که خوشبختانه توانستیم خودم و ایمل جان از این مسابقات طلا بگیریم و دست پر به کشور برگشتیم. موفق باشین. خب این مسابقاتی که بر روسیه برگزار شده بود و ده کشور هم به این مسابقات اشتراک کرده بود، شرایط حضور چگونه بود؟ یعنی با چه شرایطی از کشورهای مختلف میتونستن ورزشکارا در این مسابقات اشتراک کنن؟ شرایط خاصی نداشتن، میتونستن. یعنی آزاد بود؟ آزاد بود، مبارزات آزاد بود، بله. نه، منظورم این است که هر کشوری میتونست هر چند نفری که میخواد اعزام کنه، یا نه هر کشور سهمیه مشخص داشت؟ هر کشور سهمیه مشخص خود داشت که از افغانستان ما چهار نفر بودیم، از کشورهای مختلف ده نفر، پنج نفر، حتی پانزده نفر هم بودن. و چطور شما انتخاب شدین از جمع ورزشکاران رشته MMA؟ دور پیش مسابقات در افغانستان بود که در مسابقه ما پیروز شدیم و انتخاب از برنامه ما شدیم. و دو ورزشکار دیگه که اشتراک کرده بود، یک دوست من بود غلام رضا از شهر ایراد که فعلا در ایراد است و ترنر من بود استاد افشار که فعلا قدیما نیست و دیگه همراه از اونا چهار نفر تیم ما بود. خب در مقایسه با کشورهای دیگه که به این مسابقات اشتراک کرده بودن، سطح ورزشکاران ما چگونه بود؟ یعنی چطور خود دریافتین در بین بقیه ورزشکاران رشته MMA از کشورهای مختلف؟ سطح ورزشکاران افغانستان خیلی بالا بود و تاریخ ما خیلی بالاتر بود نسبت به اونا، به خاطر که مسلمان هستیم. شکی نیست در این از لحاظ تمرینات و آمادگی هایی که بر مسابقات داشتین؟ خب نسبت به کمی کاسی هایی که در کشور ما هست و باشگاه و جای ورزشی، نسبت به کشور اونا از ما کمتر است، از اونا بیشتر بود، وسایل هر چیز اونا بالاتر از ما بود دیگه. نسبت به فیزیک و ورزش و چیزا خوب بوده ما. و درخشش بقیه کشورها چگونه بود؟ از کشورهای دیگه که اشتراک کرده بودن در این مسابقات بگوین بر ما. درخشش دیگه کشورها، کشور روسیه شهر داغستانشون مقام اول گرفت در این مسابقات و کشور خود روسیه میزبان بود و بیشترین مدال هم روسیه گرفت. و شما در کدام وزن اشتراک کرده بودین؟ وزن 80 کیلو اشتراک کرده بودم، تا 90 کیلو پن بود. عریف ما 86 کیلو بود، 5 کیلو از ما کده بالاتر بود. از کدام کشور بود حریف شما؟ عریف اولم از کشور تاجیکستان بود، عریف دوم از قزاقستان بود. دو حریف داشتین؟ بله. و شما ایمل جان چند حریف داشتین و در کدام وزن اشتراک کردین؟ خودم در وزن مثبت 90 کیلو اشتراک کرده بودم و هر دو حریفم از کشور روسیه بود. خوشبختانه هر دوشون توانستم که نکاوت کنم برندش. و ورزشکار دیگه ما که از افغانستان اشتراک کرده بودن، اونا در کدام وزن اشتراک کرده بودن؟ استاد رضا در وزن منفی 70 کیلوگرم اشتراک کرده بودن که خوشبختانه اونها هم نقره گرفت و یگری خوشکرد و مسابقه دومی رو متاسفانه گذار کرد. بسیار خوب. از دورهای تمرینی تان بگوین قبل از مسابقات اینجا و وقتی به روسیه رفتین، آیا دورهای مشخصی برای قرنطین داشتین شما مثل بقیه ورزشکارانی که در رشته‌های مختلف ورزش میکنن در افغانستان و دنیا؟ بله، مدت دو ماه ما قرنطین بودیم و تمرینات بسیار ثقیل و فشرده را انجام میدادیم. به خاطر این مسابقات آمادگی بسیار زیاد داشتیم و دو ماه اخیر از آمادگی خیلی بالا برخوردار بودیم و تحت قرنطینه بودیم. در خود روسیه هم
یکی دو هفته یا یکی دو سه روز بله بله تحت قرنطینه و برنامه تمرینی مشخص بودن یا نه؟ در تاریخ 12 فوریه ما روسیه رفتیم و یک هفته اونجا قرنطینه بودیم و همونجا هم تمرین خودم میکردیم. مدالایتان امروز آوردین؟ بله. خب نشان بتین که هموطنان ما ببینن که ورزشکاران ما چقدر زحمت میکشن در هر رشته ای که هستن. بله این هم مدالای هر دو ورزشکار ما، مدال طلا گرفتن از این مسابقات. خب از اشتراک در مسابقات مختلف امل جان بر ما بگوین که چقدر شما در جریان گذاشته میشین و چقدر میتونین در مسابقاتی که در کشورهای دیگه برگزار میشه میتونین اشتراک کنین؟ اشتراک ما در مسابقات مختلف مشکل نیست، به خاطر که ما سبک ما مبارزات آزاد است. اما امکاناتی که یعنی فراهم میشه و همون سهولتایی که باید از طرف دولت بر شما ایجاد شود تا شما بتونید به کشور برین و مسابقه بتین. اصلا از طرف دولت ما حمایت نمیشیم. سهولت از طرف دولت ایجاد نمیشه برای ما که ما باید بریم مسابقه کنیم در کشورهای دیگر. از هزینه خود میریم در کشورهای دیگر مسابقه میکنیم و به کشور خود برمیگردیم. دولت هیچ توجهی نداره به ورزشکارا در افغانستان. و در این مسابقه که اشتراک کردنی هم شخصی بوده؟ در این مسابقه که اشتراک کردیم بله شخصی بوده. خب حسیب جان از این بگوین که چقدر حمایت میشین به خاطر اشتراک در اتر مسابقات و وقتی برگشتین آیا حمایتی شدین از طرف جامعه ورزشی ما و مردم؟ حمایت خود اول تشکر میکنم از فامیل محترمم که مرا در هر چیز زندگی حمایت کردن و خصوص در ورزشم و تمام حمایت مرا به فامیل میکردن و از دولت هیچ کدام حمایت ندیدیم و بعضی هم برگشتیم فقط از طرف جامعه و دوستان و هموطنان عزیزم تشویق استقبال شدیم و از طرف دولت و از کدام کس دیگه ما حمایت نشدیم، فقط مرا فامیل ما حمایت کرد و بعد این شخصی خود از این مسابقه رفتیم. چند سال میشه شما در این رشته ورزش میکنین؟ مدت 3 سال میشه که من خودم مبارزات آزاد پیش میبرم. و در چند مسابقه اشتراک کردین؟ یک مسابقه در داخل کشور داشتم برای انتخاب از این مسابقه و دو مسابقه در شهر مسکو داشتم که اولین تجربه ام بود در مسابقات خارجی. بسیار امی مسابقات دیگه. بله 3 مسابقه در کارنامه خود دارم ارتش برده است. موفق باشین. و شما چند سال میشه که ورزش میکنین ایمل جان؟ خودم مدت 7 سال الا 8 سال میشه که ورزش میکنم و تقریبا در 5 مسابقه خارجی اشتراک کردیم و در داخلی خب بسیار زیاد اشتراک کردیم. یکیش در کشور ایران بوده و دیگرش در کشور آذربایجان، کشور ترکیه، هند و انقریب در مسابقات SFL انشالله برگزار میشه اشتراک میکنیم و انشالله که برنده شه. خب شما تجربه بیشتری دارین، 7-8 سال میشه در بین ورزشکارا هستین و تحولاتی را که آمده تجربه کردین قطعا خوبتر از بقیه ورزشکارا و اگر اختصاصی تر بگیم خوبتر از حسیب جان. در این 7-8 سال چه تغییراتی شما دیدین و تجربه کردین در بین جامعه ورزشی ما و امکانات ورزشی برای ورزشکارای مختلف و همی که بتونن در مسابقات مختلف اشتراک کنن؟ تغییرات در جامعه ورزشی افغانستان خیلی زیاد آمده. یعنی خوبتر و قناعت بخش بوده گذشته. در مثال‌های اخیر قناعت بخش بوده. بله بسیار زیاد قناعت بخش بوده. ورزشکارای افغانستان خیلی کوشش میکنن و خیلی قوی هستن نسبت به ورزشکارای دیگه. موفق باشین از اینکه امروز آمدین. حسیب جان از شما و ایمل جان از خودتان. انشاءالله مسابقاتی که پیش رو هست با دستاورد دوباره به افغانستان برگردین. ما و بقیه مردم افغانستان تمام ورزشکارای افغانستان حمایت میکنیم. تشکر. لطف کردین از اینکه امروز تشریف آوردین. خب وقفه میگیریم و پس از وقفه برمیگردیم در ادامه برنامه.